سلام، امروز شنبه است، مهمون داریم. قبلا پرسیده بودیم که معمولا اینجا چی کار میکنیم آخر هفته. تفریحی مختلف هست، من یه سری دوست و همکلاسی و رفیق و اینجور چیزا دارم که ماهانه با هم رفت آمد داریم. یک ماه اونا میان خونه ما، یه ماه ما میریم خونه اونا. اینجوری سعی میکنیم با فرهنگ‌های مختلف آشنا بشیم، دوست چینی، دوست هندی، دوست مکزیکی، دوست آفریقایی. من خیلی علاقه دارم با چی میگم، با کشور مردم های کشورهای مختلف دوستی های بهتر داشته باشم. به هر حال یه میز خیلی ساده، من زیاد اهل چی میگم چیدمان خیلی خوشگل نیستم، خیلی ساده است. این گلا رو از آلی خریده بودم، یکی هم از آلی خریدم. بعد آووکادو هست اینجا، هویج، اینجا بیبی کارتس بهت میگن، یه دستگاهی هست که هویج رو کوچولو کوچولو میکنه که با حالت اسنک میان بعدا میتونیم بخورین. لوبیا و کرفس اینجوری. این ور هم جعفری هست، میخوام الان خوردش کنم با این چاقویی که دیروز از اون چاقو فروشی خریدم. این ور هم داریم بالکن رو آماده میکنیم که اینجا بتونیم عصر آتیش روشن کنیم. امروز شنبه، هر شنبه معمولا علف ها رو میزنم، چمن ها رو میزنم. تقریبا یه نیم ساعتی طول میکشه، بین 15 دقیقه تا نیم ساعت، حالا چقدر کارش باشه. اینجا روی منقلم مرغ هست، الان میخوام اینا رو مرتب کنم. به سینی گذاشتم که یه کمی نرم بشن. من اینجا مهمونا رو برای ساعت 5:30 بین 5 تا 6 معمولا برای شام دعوت میکنن که بهش دینر یا یه کمی دهاتی ترش ساپر بهش میگن، به اون وعده غذایی. و بعد اینکه ساعت 5:30 دینر یا ساپر رو خوردیم، معمولا میاییم اگه هوا خوب باشه میاییم میشینیم اینجا بیرون، بعد یا همین بیرون هم میتونیم میز بذاریم بخوریم، ولی یکم هوا گرمه فکر کنم. دور بر آتیش میشینیم عصر، حالا بعد بازی های مختلف میتونیم بکنیم، حالا یه بازی های حرکتی مثل بدمینتون و اینجور چیزا، یه بازی های مختلف هست اینجا، اونو و بازی های کارتی دیگه. این کار عجیب خاصی نمی کنیم، همون چیزایی که تو ایران میکردیم اینجا همونه. این یکمی بهشون نظم دادم، مرغا رو از آلدی گرفته بودم، نه ببخشید از والمارت گرفته بودم، فکر کنم حدود 2.5 کیلو بود، 4 دلار داده بودم فقط این قسمت مرغ. و آلوبراها هم تو آلدی آن سیل بود، فکر کنم 1 دلار دادم واسه بستش. قارچ هم حدود 2 دلار باید باشه تو آلدی. مرغا رو 2 روز توی آلدیمو با ادویه خوابوندم، یکم که اینجا سرخ شد میخوام 5 دقیقه بذارم تو فر که کاملا مغز پشت پخت بشه. بعد اینجوری فقط خواستم ببینین که اونایی که پرسیده بودن معمولا تفریحاتون چیه اونجا، یه تفریح های اینجوری زیاد تفریح خیلی خاصی نیستش. سس دیگه درست کردم اینجا با زردچوبه و نمک و فلفل و اینجور چیزا. موادم رو دوباره ادویه دار کردم اینجوری و حالا میخوام بذارمش 5 دقیقه هم داخل فر. بعد اینجا هم که نشون دادم قبلا فکر کنم، یه مهمونایی که داریم میایم سفید پوست هستن هر دوشون، خانم آقا یه بچه کوچولو هم دارن، آقا وکیل، خانم دکتر. اینجوری مرغ رو گذاشتم داخل فر، یکم مغز پخت بشه. الان اون کره یکی از آمیشا خریده بودم رو، همه مواد رو میخوام تو این کره، دفعه پیش قاشق زدم کلی خرابش کردم، همه رو مواد رو به کره ای کنم که خیلی بو و عطر خیلی عالی میده. اسپرگوس ها رو داخل کره گذاشتم که حسابی طعم بگیرم. بقیه مواد هم گذاشتم داخل کره که برن اینجا. محصول نهایی این شد، این مرغا،
سالاد ماکارونی، این غذاها و این هم جعفری و اینجوری. اینجا معمولا وقتی کسی مهمون میاد یه چیزی هم میارن، این دسر بهش میگن استرابری شورت کیک، یه چیز مثل بیسکویت این و استرابری یا توپ فرنگیه میذارن روش اینجوری. اول اون چیزو میذارن و توپ فرنگی، بعد این چیز کریمی رو روش میذارن و اینطوری میخورن. This is a newer recipe. Had a official short recipe.